هیچ کدام از اینها به واسطه اون باورهایی که در ذهن ما هست نمیتواند. بنابراین ضرورت بازشناسی باور بسیار مهمه. همانطور که عرض کردم، اندیشمندان مختلف در حوزه علل عقب‌ماندگی عرض درود و سلام و احترام خدمت یکایک بینندگان گرامی. ایمان سلیمانی امیری در روز پنجشنبه 12 بهمن ماه در خدمت شما هستیم با پنجمین برنامه با موضوع پیرامون انقلاب ها. ما در 4 نوبت پیشین که در مورد انقلاب ها صحبت کردیم، سعی کردیم نخست مبانی و تعاریف پایه‌ای از واژگانی مثل قیام، شورش، جنبش، انقلاب، کودتا، اصلاحات یا رفرم و جنبه‌های دیگری که در آراء اندیشمندان بود رو عرض کنیم. خب به جایی رسیدیم که به شکل مفصل پیرامون آراء ابن خلدون و نیکولو ماکیاولی بحث کردیم. امروز اختصاص دادم به بررسی متونی که میتواند به ما کمک بکند در شبیه سازی آنچه که آنها گفتن و آنچه که در جامعه ما رخ داده. پیشترها عرض کردیم وقتی در مورد انقلاب ها بحث میکنیم، پیرامون نظریه ها، تئوری ها بحث میکنیم، یعنی یک مجموعه ای از دانش ها و تبیین هایی که میتونه نسبت به پدیده های اقتصادی، اجتماعی و سیاسی به ما کمک بکنه و در واقع بر مبنای مطالعه و دانش هست که اندیشمندان بزرگی با ریزبینی و دقت تاریخ جوامع رو مطالعه میکنن، پدیده های فرهنگی، سیاسی، اقتصادی و بعد سعی میکنن نگاه بکنن چگونه در درون یک جامعه انقلاب رخ میده یا پدیده های دیگر اجتماعی محقق میشه. بنابراین مسئله بر سر اینه که وقتی راجع به انقلاب ها صحبت میکنیم، با یک پدیده علمی بحث میکنیم، یعنی حاصل توهم و تخیل نیست. و وقتی حاکمان در این جوامع یا مردم نسبت به این آرا و نظریه ها آگاهی ندارند، به نوعی با علم و دانش مبارزه می کنند. در واقع یادم هست یکی از کارگزاران بزرگ شوروی کمونیستی اشاره می کرد که وقتی از او پرسیدند چرا وضعیت جامعه شما به این سمت و به این سو رسید، اشاره کرد که ما با علم و دانش در افتادیم. در واقع امروز هم حکومتی بر سر کاره که با علم و دانش در افتاده، یعنی در درون یک ایدئولوژی دینی و اسلامی سعی میکنه مقتضیات زمان و مکان رو نادیده بگیره و در نتیجه همان برنامه ها، همان اهداف، امیال، آرزوها، طرح‌ها و برنامه ها رو اجرایی بکنه. و در واقع روحانیت همیشه با علم و دانش سر ناسازگاری داشته و وقتی صاحب یک مملکت هم بشه، سعی کنه قوانین اون جامعه رو، برنامه های اقتصادی جامعه رو هم تحریزی بکنه، شما با یک رژیمی روبرو خواهید بود که با علم و دانش در افتاده و در نتیجه باز هم شما وضعیتی رو میبینید که در درون این جامعه مردم به دنبال احقاق حق خودشون هستن، با شورش، با قیام، با جنبش و بعد در نهایت با انقلاب از دست این حکومت خلاص بشه. خب هدف ما از بررسی انقلاب ها این است که امروز هم که در حال انجام جنبش های انقلابی هستیم، برای آینده طرحی رو بریزیم که دوباره مجبور به انقلاب نشویم. یعنی حکومت ها چه ضعفی داشتن که سبب ساز انقلاب شده. به همین دلیل من سعی کردم هم از باب نظریه پردازان و تئوریسین های مختلف این مسئله رو بررسی بکنیم و هم نگاهی به آثار مکتوب بندازیم، یعنی بریم به سراغ کارگزاران رژیم گذشته و ببینیم اونها این جامعه رو چگونه دیدند و شرح گزارشات اونها برای ما چیست. این به این معنا نیست که خدمات اون رژیم نادیده گرفته میشه، نه، مسئله بر سر انقلابه. یعنی شما وقتی به نزد پزشکی میرید و میگید من بیمارم، در مورد مسائلی صحبت میکنید که منجر به بیماری شما شده و در روند درمان به کار میاد. و اینکه شما در مورد مسائل دیگر صحبت بکنید که من چقدر پولدار هستم و چقدر زیبا هستم و چقدر تحصیل کرده، فاقد موضوعیت. بنابراین دوستانه که دل در گروه رژیم گذشته دارن، به هر نحو امکانی توجه داشته باشن.
نقد یک رژیم دلیل بر این نیست که خوبی های اون رژیم رو نادیده میگیریم، چون موضوعیت نداره. امروز بحث در مورد انقلاب هاست و انقلاب ها هم در زمانی رخ میدن که یک رژیمی مرتکب اشتباه میشه، خطا میشه، و در واقع این خطاها به قدری بزرگ و وسیع هستند که انقلاب رخ میده، وگرنه هر سیستم سیاسی مشکلاتی رو داره. شما در جوامع غربی هم با آن حد از توسعه یافتگی هم مشکلاتی میبینید، طبیعی است. اما در رژیم هایی که در کشور ما حکومت کردن، متاسفانه وضعیت به نحوی است که این رژیم ها در درون خودشون سازوکاری ندارن که بتونن این نزاع‌ها یا مطالبات مردم رو به شکل مسالمت آمیز فیصله بدن، در نتیجه کار به سرکوب، یا در نهایت اگر با پیروزی مردم طی بشه انقلاب. خب سعی میکنم نگاهی تحلیلی داشته باشیم طبق آثار آقای دکتر داریوش همایون در دو کتاب دیروز و فردا و صد سال کشاکش با تجدد از کارگزاران بلندپایه رژیم گذشته، که یک نگاه تحلیلی میده از وقایع اون زمان، و همینطور دکتر مصطفی علموتی از کارگزاران و دولت مردان باز هم رژیم گذشته، چند دوره نماینده مجلس، معاون نخست وزیر و یکی از شخصیت‌های مطبوعاتی، که سعی میکنه بی‌طرفانه در حدود 16 جلد مطالبی رو از دوران پهلوی برای ما به یادگار بگذاره. در کنارش هم خب بسته به ضرورت به سراغ اسناد و والا گزارش‌ها دیگر هم خواهیم رفت. این بخشی که من امروز عرض میکنم عینی سازی یا تطبیق آن چیزی است که افرادی مثل ابن خلدون و مکیاولی گفتند. همراه با نظریه پردازان دیگر ما در آینده مواردی رو که منطبق با اون اندیشه ها هست رو هم عرض خواهیم کرد. بنابراین آنچه که امروز سعی میکنیم ارائه کنیم برای این است که افکار ابن خلدون و علل خصوص مکیاولی برای ما تداعی کننده و عینی سازی بشه که یک حکومت یا یک رژیم چگونه میتونه اسباب انحطاط خودش رو فراهم کنه. ما پیشترها در بحث ورشکستگی به تقصیر اشاره کردیم که یک تاجر چگونه میتونه با عدم محاسبه دقیق، سرمایه گذاری های نادرست و روش های نامطلوب مال و تجاری خودش رو از دست بده. حکومت ها هم همینطور، یعنی حکومت هایی که در سیاست گذاری های خودشون عقلایی رفتار نکنن، جنبه های مختلف اجتماعی رو رصد نکنن و نتونن برای اون چاره اندیشی بکنن، خب تنواره سیاسی یا اون رژیم از هم خواهد پاشید. خب ابتدا بعد نمیبینم از جلد 11 همه کتاب ایران در عصر پهلوی نوشته آقای دکتر مصطفی علموتی نکته رو عرض کنم که بسیار مهمه، در واقع این تذکری است به همه ما. ایشان اشاره میکنه با صراحت میتوان گفت در عصر پهلوی کارهای بسیار مهم و اساسی در کشور ما صورت گرفته که بی تردید همه مردم ایران از زن و مرد با داشتن هر اندازه مسئولیت در این پیشرفت ها سهیم و شریک بودند. این کمال بی انصافی و ناشی از غرور و خودخواهی است که این خاطر نویسان یک تن خود را مجری و عامل کارهای بزرگ و مفید دانسته و هر کجا که نقصی در کار پیدا شده آن را به گردن این و آن بیندازند، در حالی که باید بدانند مردم ایران هوشیارتر و دقیقتر از آن هستند که به سهولت و سادگی این نوشته های یک طرفه را قبول کنند. و مسلماً مردم صاحب فکر و اندیشه به این قبیل مطالب پوزخند می زنند و می دانند که این نوشته ها اثری در تاریخ معاصر ایران نخواهد داشت. در واقع سخنشون کاملا درسته. یک نظام سیاسی با مردم هست که شکل می گیره، همه افراد در اون دخیلن، چه مردم، چه حاکمان، چه کارگزاران و همه عواملی که چه بسا در درون سرزمین نیستن، یعنی شرایط بین المللی هم تأثیر گذار. خب بریم به سراغ کتاب دیروز و فردا از آقای دکتر داریوش همایون. ببینیم ایشون در مورد وضعیتی که منجر به انقلاب شده زمینه‌های مختلفی رو برمی‌شوره که برای ما حتی امروز هم پندآموزه، درس آموزه برای امروز ما. ببینیم ایشون چه میگه. ایشون در مورد بحث توسعه در سه سطح، یعنی سیاسی،
اجتماعی و اقتصادی نکاتی رو میگه. در بحث سیاسی ایشون به نکته جالبی اشاره میکنه. توسعه امر شخصی و آمرانه شمرده میشد و به مثابه مأموریت یک فرد تلقی میگردید. حتی استفاده از زور نیز موجه شمرده میشد. این جنبه شخصی یافتن امور عمومی نتایج پردامنه و مصیبتوار داشت. فراگرد تصمیم گیری دستخوش تغییرات ناگهانی می گردید و برنامه گذاری به معنای واقعی آن هیچگاه به نظام سیاسی اداری راه نیافت. همه تصمیم های مهم و گاه بی اهمیت باید یک نفر می گرفت و آن یک نفر نیز زیر تأثیرهای گوناگون می توانست پیوسته مسیر امور را تغییر دهد. تعبیر کسانی که پرونده زیر بغل می گذارند و شرفیاب می شوند و برنامه ها و بودجه های تصویب شده را برهم می ریزند در دستگاه حکومتی ایران رواج فراوان داشت. در واقع توسعه یک امریست با برنامه مطالعه شده و اگر در یک سیستم سیاسی شما طرح و برنامه‌تون شخصی باشه، خب بسیاری سعی میکنن به واسطه نزدیکی به کانون قدرت اون برنامه ها رو تغییر بدن و در نتیجه شما هم با اتلاف وقت و هزینه روبرو هستید و همین خطر وجود داره که همین طرحی رو هم که میخواید اجرا بکنید فردا هم شخص دیگری بیاد و بگه این طرح مناسب نیست، بهترین رو تغییر بدید. گروه های از سرآمدان الیت جامعه ایران منابع ملی را دارایی شخصی خود می دانستند و هر کدام بسته به توانایی خود و ارتباطشان با رهبری سیاسی از آن بیدریق بهره می بردند. فساد به حدی رسیده بود که بخش محسوسی از درآمد ملی را می بلعید، هرچند هرگز نمی توان ابعاد آن را به روشنی اندازه گرفت. خب ما دیدیم هم در بحث ابن خلدون و هم در بحث ماکیاولی مسئله فساد بسیار برجسته است و ابعاد مختلفی چه در زمینه اقتصادی چه در زمینه سیاسی و اجتماعی داره. خب ایشون ادامه میده: تصادفی نبود که بزرگترین موارد فساد در میان کسانی دیده میشد که به رهبری سیاسی نزدیکتر از همه بودند. زنان و مردانی دست نزدنی که از همه موازین و ضابطه ها بیرون بودند. که ما در بحث سلطانیز به این مسئله اشاره کردیم، یک حلقه بسته و در نتیجه فساد فزاینده. هر نظام و سیستمی که رو به این سمت بره در نهایت در درون یک فساد قرار میگیره و وقتی کانون قدرت پر میشه از فساد، طبیعی است همه رقیب ناسالم همدیگه خواهند بود. سعی میکنن بر علیه دیگران توطئه بچینن، پرونده سازی بکنن و حتی اون هسته کوچکی هم که پیرامون رهبری یک نظام وجود داره میبینید کسانی هستن که یک شبه ممکنه از عرش به فرش برسن، از میزان وسوقشون تبدیل بشه به کسانی که اجنبیان، عامل غربن، جاسوسن. شما این فساد و امروز هم در جمهوری اسلامی به راحتی میتونید ببینید. عمده‌ترین مفاسد در درون نزدیکان به هسته قدرته و هیچ کس هم با اونا کاری نداره. خب اینو در صفحه 15 ایشون آورده. بعد ادامه میده: نزدیک به 50 خانواده یا شخص مالک بخش توسعه یافته صنایع ایران شامل کارخانه ها و شرکت های بیمه و بانک ها و مقاطع کاری های بزرگ بودند. ارتباط یافتن با مراجع قدرت شرط اصلی هر فعالیت بزرگی بود و فساد متقابل جامعه و حکومت را افزون تر می کرد. حالا ما بعدها به این نگاه های مانکر اولسون خواهیم رسید که ایشون دقیقا اشاره می کنه وقتی یک جامعه در حال توسعه هست و این توسعه به شکل موردی که عده‌ای مورد مرحمت قرار میگیرن و دست اونها بازه در واردات، صادرات، تجارت، در اختیار گرفتن بخشی از تجارت،
یک گروه جدیدی از سرمایه‌داران ایجاد میشه و این گروه جدید از سرمایه‌داران که همه چیز رو در اختیار دارن تبدیل میشن به برنده های وضعیت اقتصادی جدید. سرمایه‌داران گذشته یا تجار خب کسانی هستند که در یک سیستم سنتی سعی کردن کار بکنن، زحمت بکشن، صاحب سرمایه بشن. اونها نمیتونن پا به پای این گروه های جدید پیش بیان. چرا؟ چون اینها مورد حمایت دستگاه حاکمن. از اون ویژگی های خاصی که حکومت به عنوان امتیاز به اونها میده بهره مندن. در نهایت تجار سنتی یا بازاریان قدیم که در این تقابل اقتصادی یعنی رقابت اقتصادی شکست خورده میشن، بازنده میشن، به سمت گروه های انقلابی کشته میشن. یعنی ما وقتی میخوایم فهم کنیم چرا بازار کنار خمینی ایستاد، جدای از سابقه‌ای که بازار همیشه در کنار روحانیت بود بنابر دلایل خاص که حالا وقتش نیست عرض کنیم، اما این پدیده هم کمک کرد. یعنی به بازی نگرفتن تجار سنتی، کسبه های سنتی. وقتی من اقتصاد کشور رو در اختیار یک گروه مختص خودم قرار بدم، خب اونا ثروتمند میشن، گروه های جدیدی ایجاد میشن، گروه های قبلی بازنده میشن، احساس میکنن که ما در این داستان نقشی نداشتیم، واردات و صادرات و کالاهای گمرکی و تخفیف مالیاتی و وامهای سنگین بانکی و همه اینا در اختیار یک گروهه ولی ما هیچی نداریم. خب چه میکنن در این میان؟ وقتی بازنده میشن میرن به سراغ موج انقلابی و سعی میکنن دوباره فضایی رو ایجاد بکنن که اون نیروهای انقلابی مورد حمایتشون بتونن فضا رو دگرگون بکنن و اونها دوباره به اون قدرت برسن. بنابراین این نکته که آقای دکتر داریوش همایون میگه ما بعدها در اندیشه‌های مانکر اولسون خواهیم دید چه اندازه اثر مخربی داره. خب یادشون اشاره میکنه به جنبه‌های تبلیغاتی بسیاری از کارها. در ایران طرح‌های نمایشی این ویژگی را داشت که سیاستگران را بیشتر می‌فریفت تا مردم را. یعنی در واقع جایی که یک سیاستمدار بگه که ما رشد اقتصادی 20% داشتیم و صبح تا شب هم تو تلویزیون اینها رو بگن، مشکل در جاییست که شما به عنوان کسی که میدونید این رشد رو نداری بر اساس همان تبلیغات و وعده سیاست گذاری هم بکنید. مردم نمیدونن، اما شما که میدونید، شما این رو میگید که مردم خوشحال بشن. اما دکتر داریوش همایون میگه گاهی این فریبکاری نسبت به مردم خود سیاستمداران رو بیشتر میفریف. ما نمونه هایشو از این کتابی که هست آقای علموتی آورده میخونیم که وعده هایی داده میشد که ما در سال آینده چنین میکنیم، توقع مردم بالا میرفت، گروه های اجتماعی رو حق خودشون میدونستن و بعد ناگهان که شما میبینید بودجه خالیه، خزانه شما تهیه، خب مجبورید بگید نه دیگه، اون وعده ها محقق نمیشه. در اینجا همون مردم که قبلا شما بهشون وعده دادی به شدت نسبت به وضعیت شما دچار شک میشن که اینها پول ما رو به ما نمیدن. ببینید آقای دیویس دقیقا همین مسئله رو در منحنی جی خودش مطرح میکنه. یعنی او اعتقادش اینه که خشونت و پرخاشگری مردم زمانی است که یک دورانی از رشد اقتصادی رخ میده، حکومت سعی میکنه این رشد اقتصادی رو دائما در تبلیغات خودش بیاره، این رو یک موفقیت میدونه، در نتیجه سعی میکنه این رو تزریق کنه به جامعه و مردم هم دارن میبینن، میبینن بله خب بعض ما خوب شده، کالاهای اساسی زیاد شده، همه چیز هست. اما اشتباه در اینجاست که حکومت سعی میکنه وعده های بیشتری هم به مردم بده، میگه آقا به همین مقدارم قانع نباشی، به زودی ما همه رو صاحب خانه میکنیم، همه رو صاحب اتومبیل میکنیم، چنین و چنان میشیم، ژاپن میشیم، به تمدن بزرگ میرسیم، با غرب هم آواز میشیم. اما وقتی قیمت نفت یا هر کالای دیگری در هر رژیم
که بر اساس اون متکی است ناگهان افت میکنه، شما دیگه نمیتونید وعده ها رو محقق کنید. در اینجا سطح مطالبات مردم میره بالا، اما سطح برآوردن اون میاد پایین، که میشه جی در واقع، در اون تعبیری که آقای دیویس به کار میبره، و در اینجا پرخاشگری مردم افزایش پیدا میکنه. مردم این رو یا حاصل ضعف شما در مدیریت میدونن، میگن آقا شما خطا کردید، وگرنه ما باید به اون برنامه‌های از پیش تعیین شده میرسیدیم، یا اینکه مدعی شما فساد میکنید، حق ما رو به ما نمیدید. اگر یادتون باشه، البته ما که زنده نبودیم، هنوز به دنیا نیامده بودیم در از انقلاب، شنیدیم از این برام نحس دادن پول نفت بر مردم و سفره‌های مردم و سر خانه مردم، اینا وعده‌هایی بود که ریشه داشت. یعنی یکی از اشتباهات دستگاه تبلیغاتی رژیم همینه که شما مردم رو به قدری متوقع کنید که نتونید اونها رو بدید. خیلی از رژیم های ایدئولوژیک این خطا رو میکنن. ما پیشترها در موردش بحث کردیم و برای فرار از این واقعیت دست به کارهای خطرناکی هم میزنن. شما ابتدای انقلاب یادتونه خمینی چه وعده های تخیلی به مردم میداد. آب و برق رو مجانی میکنیم، اتوبوس رو مجانی میکنیم. دیدی نتونن، شروع میکنن به ایجاد یک فضایی که بتونن تقصیر رو بندازن به گردن اون. جنگ ایران و عراق یکی از اونها بود، یعنی جایی که هر کسی اگر سوال میکرد که خب آقا این تکلیف وعده هایی که دادی چه میشه، میگه خب ما داریم جنگ میکنیم، اونا که وقت وعده ها نیست، الان باید تمام سرمایه های خودمون رو جمع کنیم برای جنگ. بنابراین بسیار اهمیت داره که یک سیاست مدار وعده های تخیلی به دیگران نده. عقلانی کردن امر سیاسی یعنی همین. یعنی اگر امروز وضعم خوبه، فکر نکنم که تا 20 سال بعدم وضعم خوب خواهد بود. نه، ممکنه شما به خاطر غیبت نفت یا برخی از شرایط بین المللی فعلا وضعیتون خوب باشه، اما نباید وعده هایی بدید که شاید نتونید اون رو محقق بکنید، به خصوص رژیم هایی که درآمد اونها وابسته به نفته، نفتی که در جهان ممکنه قیمتش بلافاصله بالا پایین بشه. این همش دست شما نیست. مثل پسری که از خودش یک درآمد ثابت نداره، پدره هر هفته بهش پول تو جیبی میده، بعد او به دیگران وعده بده. خب اگر یه پدر یک هفته به شما پول نداد چه میکنی اون وقت؟ بنابراین بسیار اهمیت دارید مسئله که خودمون فریب تبلیغات خودمون رو نخوریم. برنامه هایی مانند سهیم کردن کارگران در سود سهام مؤسسات، تغذیه رایگان، آموزش همگانی رایگان، بیمه همگانی، پیکار با بیسوادی، هرگز به هدفهای اعلام شده خود نرسیدند، ولی با آنها چنان رفتار می شد که گویی اعمال انجام شدند، و نه تنها در زمینه تبلیغاتی. میگو وقتی ما میدیدیم که قرار این کارها انجام بشه، خب در بخشی انجام شد، در بخشی دیگر انجام نشد، اما ما یه جوری رفتار بکنیم که انگار انجام شده، یعنی هم وعدهایی که دادیم محقق شد. خب این مشکلات بزرگی رو ایجاد میکنه در درون سیستم اجتماعی. مردمی که بی بهره شدن، اتفاقا به شدت وضعیت محرومیت نسبی خودشونو میفهمن. مثال عرض میکنم، شما فرض کنید قرار شده همه بیمه همگانی داشته باشن، ما بودجه شما به نحوی نیست که بتونید همه این کار رو انجام بدید، فقط مردم مناطق خاصی داره بیمه همگانی میشن. اون افرادی که بیمه همگانی ندارن چه فکر میکنن؟ احساس میکنن که اون وعده ها فقط برای یک عده‌ای صادق بوده، حکومت برای اونهاست و برای ما نیست، و در واقع این مشکل رو دو برابر میکنه. یعنی شما اومدید یه کار خیر انجام بدید، یه کار خوب انجام بدید، ولی متاسفانه به خاطر عدم برنامه‌ریزی درست، سوء سیاست‌ها، شما میبینید که ناگهان نه تنها همون درصدی که به اونها کار کردید و دادید سبب نشده که مشروعیت پیدا کنی، گروه‌های دیگری که از این
وعده یا برنامه نصیبی نبردن درباره شما میستن، میگن تهرانی ها چطور بیمه دارن ما نداریم، چطور اونا مدرسه دارن ما نداریم، و این کار رو به شدت دشوار میکنه. خب دکتر همایون دوباره اشاره میکنه، رهبری سیاسی مقصود شاه پیوسته میخواست در مرکز توجهات باشد و امتیاز همه پیشرفت ها و ابتکارات مثبت را به خود اختصاص دهد. خب این موضوع خطری که داره خیلی بیشتر از فایدهشه. یعنی من وقتی همه یه چیزها رو میخوام به نام خودم بزنم، باید یادم باشه مردم فقط پیروزی های من رو نمیبینن، شکست های من هم به پای من نوشته میشه، و وقتی میزان شکست هام بیشتر باشه اون وقت مردم از من میخوان برم. یعنی اگر شما در کانال های مربوطش، مثلا اگر کاری به مجلس هست اینو به نام مجلس بذارید، اگر خطایی هم هست به نام مجلس تمام بشه، کسی با شما کاری نداره، میگن بله مجلسی های ما بودن که این طرح غلط یا اشتباه رو تصویب کردن، بنابراین مسئول اونان، 4 سال بعد اونا رو انتخاب نکنید. اما شما نمیتونید خوبی ها رو به نام خودتون بزنید اما از بدیاش فرار بکنید، چون این چیزی نشدنیست، مردم شما اینجوری نگاه نمی کنن. هر اندازه هم بخواید بندازید به گردن وزرا و نخست وزیران، تأثیری در قضاوت مردم نمیده، چون مردم اونجا روز اول تو روزنامه ها دیدن که اعلی حضرت چنین کرد، آقای فلانی چنین کرده. خب میگم بسیار عالی، همونطور که خدمت گذاریم اما اگر خطا بکنی همون موقع هم جلو تو خواهیم ایستاد. به همین دلیلی که بسیاری از نخست وزیران گذشته به شاه مملکت این توجه رو میدادن که شما سلطنت بکن، بذار مردم اشکالات رو از دید ما ببینن، ما مقصر باشیم اگر جایی خطاست، کسی با شما کاری نداشته باشه. شما نمیتونید بگید نخیر من میخوام دخالت بکنم، اونجایی که خوبه میذارم به پای خودم، اونجایی که بده میندازم گردن شریف امامی و آموزگار و اسدالله علم و هویدا و دیگران. نه، مردم قبول نمی کنه. امروز هم در جمهوری اسلامی شما نگاه بکنید، چرا مردم همه اشکالات رو از سید علی خامنه ای میبینن؟ چون دولت کاری نیست. همونطور که اون آقا تصمیم میگیره که 4 تا کار انجام بشه، همون کارهای غلط رو هم به پای اون آقا می نویسن. اون دستگاه تبلیغاتی رژیم بیاد بگه نخیر ما مقصر نبودیم، دیگران مقصرن. نخیر، مردم اینطوری فکر نخواهند. خب اشاره میکنه آقای دکتر داریوش همایون، یک مقاله که درباره رابطه حزب و دولت برای مجله ارگان حزب رستاخیز نوشته شده بود، دو بار توسط نخست وزیر از مجله به دفتر شاه برده شد تا هر اشاره‌ای به مشارکت مردم را در فراگرد تصمیم گیری شخصا حذف کند. یعنی اصلا مردم قابل نیستن که بخوان نظر بدن، در فرایند مشارکت هیچ کاری نکن، در حالی که اساس توسعه مشارکت مردمه. توسعه یک کشور در 3 سطح و به شکل همزمان و همدلانه باید رخ بده، یکی هیئت حاکمه، دوم نخبگان جامعه، روشنفکران، الیت جامعه، و سوم مردم. یعنی هر چقدر شاه مملکت بخواد مملکت پیشرفت کنه اما مردم نخوان، توسعه محقق نمیشه، به ضد خودش تبدیل میشه. هر چقدر شاه مملکت بخواد مملکت پیشرفت کنه، نخبگان اون رو موجه نکنن، مردم اون رو انجام نمیدن، مجبورید از زور سرنیزه استفاده بکنه. یا بالعکس اگه مردم بخوان جامعه توسعه پیدا بکنه اما هیئت حاکمه نخواد، اون وقت انقلاب میشه. پس بسیار هماهنگی این 3 گروه اهمیت داره. کشورهایی که به توسعه رسیدن
کم و بیش این سه گروه در کنار هم بودن، شاه خواسته نخبگان موجه کردند و مردم هم همدلی و همراهی کردند. اینکه من دستور بدم جامعه ما به سمت ژاپن بره نشدنیستی، جامعه نمیشه، چون مردم هم باید اجرا بکنن، مردم هم باید باور بکنن، مردم هم باید با ارزش های جدید کنار بیان، نخبگان باید اینو موجه بکنن برای مردم که ما به این شکل نیازمند توسعه هستیم، روابطمون با جهان رو باید سازماندهی بکنیم، اقتصادمون باید اینطوری باشه، در امر سیاسی باید اینطوری باشه. خب میبینید اجازه نمیدن، میگن نه خیر، مردم، مشارکت مردم مهم نیست. یعنی آن روز آخری که آمدن و جلوی دوربین اشاره کردن بیایید همه به ایران بیاندیشیم، خب شما اگر یک سال قبل همین حرف رو میزدی و عمل میکردی که همه به ایران بیاندیشیم، دیگه بحث انقلاب وجود نداشت. تا یک سال قبل ایشون معتقد بود نیاز نیست، من خودم به ایران میاندیشم. اما وقتی نخبگان از گردش پراکنده شد، مردم به خیابان ها آمد، حالا درست یا غلط یه بحث دیگری است، حالا ایشون اشاره میکنه بیایید همه به ایران بیاندیشیم. چند بار در اون سخنرانی خودشون تکرار کرد. دو سال قبل هم همینو گفتن، گفتن اعلی حضرت بیایید همه به ایران بیاندیشیم. ایشون گفتن خیلی نیاز نیست، من خودم میاندیشم. در بعد اجتماعی آیه دکتر داریوش همایون، عدم توجه به عوامل اخلاقی از جمله پاکدستی، مردمداری، عدم مسئولیت در برابر مردم، اینها رو میاره و اشاره میکنه. بی اعتنایی به افکار عمومی، احساس عدم مسئولیت در برابر مردم و جانشین کردن ارزش‌های اخلاقی با پول از سوی طبقه حاکمی که گویی برای جبران زیان‌های خود به کشوری اشغال شده پای نهاده بودند، نه تنها به بیگانگی مردم از حکومت انجامید، باقی مانده هر احساس مسئولیت اجتماعی را نیز در هم شکست. در واقع این اهمیت افکار عمومی خیلی برجسته است. یعنی وقتی رژیمی به افکار عمومی توجه نکنه و براش اهمیت اصلا نداشته باشه، خب اون افکار عمومی راه خودش رو میره و بعدها دیگه دستگاه های تبلیغاتی رژیم، رسانه های رژیم، گروه های معتمد دو طرف نمیتونن کار بکنن. شما فکر میکنید چطور روحانیت تونست فاجعه سینما رکس رو به راحتی به گردن رژیم بندازه؟ چون افکار عمومی رژیم رو دیگه نمیپذیره. هر اندازه اسناد تهیه میکردید که آقا این سینما رکس و اینا آتش زدن، کسی قبول نمیکرد. هیچ چیز برای رژیم بدتر از این نیست که افکار عمومی رو از دست بده. جمهوری اسلامی به همین وضعیت افتاد. یعنی اگر در رسانه های خودش یه دونه خبر درست هم بده، کسی قبول نمیکنه. مردم احساس میکنن که غلط، هر چی رژیم بگه باید برعکسش رو انجام بده. و این زمانی است که شما در دام تبلیغات گروه‌هایی قرار می‌گیرید که به راحتی میتونن هر دروغی رو به شما نسبت بدن و شما هم جوابی ندارید. شما دیدید چقدر دروغ میگفتن در اون زمان؟ خب شکنجه بود، بله، اما یه سری شکنجه‌هایی به رژیم نسبت میدادن که اصلا باورگردنی نبود، اما مردم باور می‌کرد. فساد بود، اما یه سری فسادهایی به رژیم نسبت میدادن که اصلا وجود نداشت، اما مردم باور میکردن. چون دستگاه تبلیغاتی و اطلاع رسانی رژیم دیگه نمیتونه افکار عمومی رو قانع بکنه، دیگه معتمدشون نیست، چون با اونا بازی شده. بنابراین بسیار پر اهمیته که ما این مسئله رو درک کنیم، پل ارتباطی میان یک رژیم با مردم، که مردم حتی اگر هم خطایی از رژیم دیدن، ولی باز بهش اعتماد کنن، بگن بله این رژیم پذیرفت اشتباهش رو، با ما صادق بوده. ما وقتی همه چیز رو زیر فرش و حصیر بریزی، خب مردم
بعد از یه مدتی دیگه اعتمادشون از دست میدن، میگن نه این تبلیغاته، این دروغه. یه گروه های دیگه میشه ازش استفاده بکن. خب ایشون ادامه میده: راز سرعت باور نکردنی واژگونی رژیم در ورشکستگی اخلاقی آن بود. ببینید بحث پاکدستی رو مطرح میکنه، احساس مسئولیت در برابر مردم رو مطرح میکنه. خب اینا مسائل کمی نیست. یعنی رژیمی که از نظر اخلاقی، اخلاق سیاسی مثلا در اینجا چون محل بحث ماست، شکست بخوره، دیگه ترمیم اون به سادگی نیست. خیلی اهمیت داره این مسئله که در ابعاد مختلف شما بتونید کارگزاران سالم داشته باشید، صالح داشته باشید، نه یه گروهی که بنابر نقل آقای دکتر داریوش همایون گویی به یک کشور اشغال شده پا گذاشتن. خب در مورد دانشگاه ها داریشون صحبت میکنه. آموزش دانشگاهی بدترین نمونه غلبه کمیت بر کیفیت بود. شکست آموزشی به معنای شکست برنامه های توسعه اقتصادی و اجتماعی و نظامی بود. مقصودش اینه که شما تعداد دانشجوهاتون زیاد میشه، مثلا میگید بفرمایید نگاه بکنید ما نسبت به دوران قاجار میزان تحصیل کرده های ما 50% افزایش پیدا کرد. بله این کمیت، اما آیا از این 50%ی که افزایش پیدا کرد کیفیتشون هم همون اندازه رشد کرده؟ این مسئله بسیار مهمی است. شما امروز در جمهوری اسلامی نگاه بکنید تعداد دانشگاه چند برابر شده، تعداد دارندگان مدارک لیسانس و فوق لیسانس چقدر شده، ما امروز چقدر دکترا در ایران داریم، ما کیفیت چیه، دانشگاه ما در کجا هستن، تولید دانش میکنن، تولید محتوا میکنن. مشکل عمده ما اینه که همیشه درگیر آماریم. مهم این نیست که شما 100 واحد آپارتمان ساختی، مهم اینه که این آپارتمانی که ساختی چقدر دوام دارن. در جمهوری اسلامی شما به نگاه بکنید طرح مسکن مهر هر کجا رو گرفتن علم کردن دادن به مردم، خونهای بیکیفیت و اون اتلاف منابع مالی. خودروها رو نگاه بکنید در جمهوری اسلامی میزان خودروها بیشتره یا در زمان پهلوی؟ چندین برابره، اما کیفیت هیچ. اون براشون اهمیت نداره. اگر در برابر یکی از این ولایون بشینی خیلی راحت به تو میگه بله بفرمایید در زمان پهلوی مثلا ما 3 میلیون ماشین داشتیم الان 30 میلیون ماشین داریم. ولی مسئله بر سر اینه که صنایع خودروسازی ما الان به کجا رسیده کیفیتش؟ مگه جز مونتاژ کننده چیز دیگریم؟ شما مدارک لیسانستون خیلی زیاده، بله درست، فوق لیسانس پره، تو خیابونای ایران ریختن فوق لیسانس هایی که بیکارن. ما کیفیت چیه؟ ماهی با آمار خودمون رو فریب میدیم. دکتر داریوش همایون بحثش اینه که بله درسته سیستم آموزشی بود، خیلی کارهای خوبم شد، اما باز غلبه بر روی کمیت بود نه کیفیت. خب شکست آموزشی به معنای برنامه های توسعه اقتصادی و اجتماعی و نظامی بود. پایین بودن بهره‌وری صنایع، ناکارایی دیوان سالاری و واپسماندگی عمومی جامعه مستقیما بدان ارتباط می‌یافت و از نظر سیاسی نیز پیامدهای مرگباری داشت. یک جامعه بی سواد و بی فرهنگ به آسانی زیر نفوذ عوام فریبی و خرافات مذهبی درآمد.
زیاده روی های دوران انقلاب را خلأ فرهنگی جامعه ایرانی توضیح میدهد. در عقیده من نکته بسیار درستی روشون اشاره میکنه، یعنی جامعه‌ای که شما در درون اون کیفیت آموزشی، خب فضا برای کتاب‌های خاصی بازه، یه اساتید خاصی بازه، گروه‌های اجتماعی خاصی هستن. وقتی مردم اندیشه‌های جدید رو نمی‌شنون، فضای فکری فراهم میشه برای پذیرش خرافات. در جوامع توسعه یافته هیچ کس روحانیون رو سرکوب نکرده، اما فضایی فراهم کردن که روحانیت دیگه نتونه گردن فرازی بکنه. چگونه؟ با ایجاد گروه‌های مختلف اجتماعی و علمی. یعنی وقتی در درون یک جامعه احزاب مختلف وجود دارن که میتونن فعالیت کنن، دیگه هیچ روحانی نمیتونه بگه که خب حالا که فضا بسته است، تشریف بیارید زیر عبای من، ما انقلاب میکنیم و بعد من به شما آزادی میدم. خب طرف میگه من که خودم آزادی دارم، میتونم وارد مجلس بشم، از طریق حزب خودم کاندید بشم برای نخست وزیری، چه نیازی به تو دارم؟ وقتی در درون جامعه NGO ها وجود دارن، سازمان های خیریه وجود دارن، مردم فقرا رو خودشون میشناسن، سازمان هایی برای این کار هست، دیگه نیاز ندارن برن نزورات بدن که حاج آقا ببره بده به یه فقیر، چون یه مرجعی وجود داره که اون مرجع مشخص میکنه این تعداد کودک بی سرپرست داریم، این تعداد سالمند و سال خورده داریم، گروه های مورد وسوقی که شفافن، درآمدشون شفافه، خرج کردشون شفافه و مردم اونو اعتماد دارن. وقتی اینا نیست، آخون پول جمع میکنه، میگه بدید به من فقرا رو میشناسم میدم به اونها. منظورش از فقرا همون طلبه های خودشونه. کدوم سازمان دینی دیدید شما به مردم کمک بکنه؟ الان آستان قدس رضوی، بسیاری از درصد های تولید ناخالص داخلی کشور همین آستان قدس رضوی و زیر مجموعه های اونو، اراضی و زمین های مناطق خراسان بزرگ و جاهای دیگه بوده. اینا سالانه اجاره نامه میگیرن از مردم بابت اوقاف. این پولا کجا رفته؟ شما دیدید تا حالا اداره آستان قدس رضوی به مردم خدماتی ارائه بکنه؟ نه. روحانیت از دل همین پول هاست که میتونه جلب حمایت مردم رو بکنه. در حوزه علمی شما فضا رو باز کن، نخبگان، روشنفکران، منتقدان آزادی بیان داشته باشن. آیا آخوند میتونه بیاد هر مزخرفی رو تحویل جامعه بده؟ نه، مردم دلیل میخوان ازش، میگن حاج آقا این حرفی که شما دارید میزنی، اگه دلیل داری بفرما، اگه دلیل نداری مزخرفی، مزخرف سخنیست که دلیل براش ندارید، در قالب الفاظ آراسته شده. زمینه هایی وجود داره که در درون جامعه صدا نیست، گروه ها و مراجع وفاداری وجود نداره، بنابراین یک معلم گرفته تا یک دانش آموز، یک زن گرفته تا مرد، یک مسلمان گرفته تا یک آتئیست کمونیست توده‌ای و هر چیز دیگر، میره زیر عبای خمینی، چون چاره دیگه نیست، فهمی یه مجراست. در جوامع غرب روحانیت رو که با سرنیزه سرکوب نمی کنن، اما فضا رو فراهم می کنن که او دیگه تنها تریبون نباشه، تنها مأمن مردم نباشه، تنها معتمد و امین جامعه نباشه که بگه سیاست میخوای بیا پیش من، میخوای بهت خیریه بدیم بیا پیش من. در این خلأ فرهنگی است که جامعه توده‌ای میشه و یک انسان شیادی میتونه به راحتی با دادن وعده های عجیب و غریب مردم رو جمع کنه. اگر میخواید نگاه بکنیم چرا در سال 57 خیلی ها از مهندس و دکتر گرفته تا افراد عادی، کشاورز و صنعتگر و اینا، حرف خمینی باور کردن، باید کمی برگردیم به فضایی که
خمینی ها رو برجسته میکنه. شما خمینی رو بیاور بذار جلوی چهار تا اندیشمند ببین اصلا حرف میتونه بزنه، میتونه دلیل بگه. ما وقتی اون رو داره یک حق ویژه میکنی، شما میتونه حرف بزنی، ولی روشنفکران و نخبگان و اندیشمندان هیچ کس حق نداره. او هم سعی میکنه هر چیزی که خواست به جامعه تزریق بکنه. یکی از کارهای احزاب عقلانی کردن منافع و مطالبات مردمه. مردم خیلی چیزا میخوان، درسته، اما آیا همش قابل تحققه، قابل حصول و وصوله؟ میگیم نه، عذاب بررسی میکنن، میگن آقا اگر شما به دنبال این هستید که ما برای همتون مسکن بسازیم، خزانه دولت، بودجه دولت اجازه نمیده. ما فقط میتونیم این تعداد رو مورد حمایت قرار بدیم. برای این پروسش ما نیازمند مثلا 20 سال زمان. پس به مطالبه مردم جنبه عقلانی میده، براشون تشریح میکنه که داستان چی. ما وقتی این احزاب نیستن که منافع و مطالبات مردم رو عقلانی بکنن، یا آخوندی میاد میگه بیاید پیش من فردای بعد از انقلاب همه شما رو صاحبخانه میکنه، هیچ کس هم نیست سوال کنه با کدوم بودجه، با کدوم امکانات، با کدوم خزانه میخوای این کارو بکنی، چون کسی نمیپرسه. اوقاف رو به ما بدید، ما مردم رو از فقر در میاریم. این هم صحبتای روح‌الله خمینی بود. یعنی کل مملکت رو گرفتن، روز بروز بر تعداد فقرا افسوده میشه. بنابراین اهمیت داره ساختار جامعه‌ای که در اون عناصر نامطلوب میتونن رشد بکنن، لفهای هرز میتونن رشد بکنن. گاهی خودمون این فضا رو میسازیم. ادامه میده آیه دکتر داریوش همایون راجع به همین مسئله. در یک فضای تهی فکری و فرهنگی، هر ایدئولوژی بدون هیچ برخورد جدی آرا زندگی خود را داشت و ایدئولوژی رسمی ورشکسته تر از همه بود. یعنی همون ایدئولوژی که رژیم گذشته تحت عنوان حالا ملیگرایی، ناسیونالیسم، هر چیزی که بود میخواست بده، نخبگانی نبودن اونا رو موجه بکنن، با زور بود. زیرا حتی پیش برندگان اصلیش نیز احترامش را نگه نمی داشتن و رفتارشان به آسانی گفتارشان را می شکست. یعنی شما حساب کنید یه شخصی معتقد من ملیگرام، پادشاه ملیم، اما اتکاش به نیروهای امریکایی و انگلیسیه. این چه نسبتی با ملیگرایی داره؟ شما دولت‌های دست نشانده، یکی از کسانی که نقد میکنن همین مردم، من میگن آقا بفرمایید ایشون اصلا به فکر ما نیست، به فکر کشور دیگه است. اتفاقی دکتر داریوش همایون اشاره میکنه، میگه به قدر این وابستگی زننده بود، خیلی راحت گروه ها میتونستن رژیم رو وصل بکنن به امریکا و انگلیس. یعنی از نظر تبلیغاتی به راحتی میتونستن اینو موجه بکنن که آقا ایشون اگه اسلحه میخره در خدمت غرب، اگه اصلاحات ارضی آورده به خاطر اینه که امریکایی‌ها گفتن، اگه علی امینی رو آورده چون امریکایی‌ها به او گفتن. و یه زمانی هم خود شاه سابق همین اشتباه رو میکرد، میگفت آقا آقای امینی رو تحت فشار به من دادن. اینا در ذهن مردم چی ایجاد میکنه؟ تمام اون نگاهی که نسبت به شعارها داده میشه منطبق نیست. اینا برای اون ایدئولوژی دیگه توانایی ماندن نداره. تصمیم گیری های کوچک و بزرگ اقتصادی غالباً بی مشورت کارشناسان و بی در نظر گرفتن بازتاب های آن در دنیای کسب و کار انجام می گرفت و مصالح دراز مدت اقتصادی فدای ملاحظات روزانه یا پیروزی های ناپایدار تبلیغاتی می گردید. این بحث مطالعه نشده رو بسیاری از کارگزاران رژیم گذشته اشاره کردن.
وی اسدالله علم در خاطراتش میاره، میگه ما وقتی در مورد یک مسئله به اعلی حضرت میگیم این کار باید مطالعه بشه، ایشون به شدت با کلمه مطالعه مشکل داره. هر امری رو طبیعی صاحبان امر باید بشینن بحث بکنن پیرامونش، مطالعه بکنن، وگرنه خسارتی به کشور میرسه که جبران ناشدنی است. جمهوری اسلامی شما نگاه بکنید، یکی تصمیم میگیره بقیه میگن چشم، هیچ مطالعه نشد، چقدر خسارت به کشور میرسه. بسیاری از این تحریم ها رو شما نگاه بکنید حاصل تصمیم گیری های غلط و شعارهای افراده. اون زمانی که محمود احمدی نژاد میرفت در سازمان ملل شعار میداد، نمیدونست که تحریم ها چه بر سر مردم میاره، چون مهم نیست، اینا مطالعه نمیشه در قالب همون ایدئولوژی و شعار. فرار ناگهانی سرمایه ها به خارج و متوقف شدن سرمایه گذاری در کارهای تازه پیامد این تقسیم بود. به هر طرحی تا آنجا اعتنا می شد که به کار بهره برداری سیاسی و تبلیغاتی بیاید و وارد قلب مسئله نشود. پیکار با گرانفروشی نمونه خوبی است. هنگامی که وزیر بازرگانی وقت خواست مبارزه را از مرحله نمایشی آن درآورد و به اصطلاح نظام توزیع و کوتاه کردن دست دلالان و واسطه های بانفوذ همت گمارد، او را برکنار کردند و دلالان سیاسی چنان درسی به او و همکارانش دادند که دیگر کسی به حریمشان تجاوز نکند. ایران در آن 25 سال با همه دستاوردهای بزرگ خود نه ثروت کافی تولید کرد که اثر ویرانگر نابرابری ها را تعدیل کند و نه آنچه را که داشت عادلانه توزیع کرد. خب بحثمون تا اینجا تمام، در واقع ادامه خواهیم داد این نکات رو. همین ها برای درس هایی است که ما بگیریم و ببینیم چرا چنین شد، چه فضایی فراهم شد که یک رژیمی که باید اقدام میکرد برای اصلاحات با لجاجت و یک دندگی کار رو به جایی رسان که متاسفانه در دل اون ساختارهای نامناسب یک روحانی با افکار قرون وسطایی و عصر حجری توانست مردم یک کشور رو فریب بده و دچار سرنوشت شوم بکنه. سپاسگزارم از تلویزیون پارس و جناب شهرتی عزیز. تا برنامه دیگر که در خدمت شما باشیم، موفق و پایدار باشید. هیچ کدام از اینها به واسطه اون باورهایی که در ذهن ما هست نمیتواند، بنابراین ضرورت بازشناسی باور بسیار مهمه. همانطور که عرض کردم، اندیشمندان مختلف در